چرا دوال؟ چرا دیوار؟ این یک برنامه فیسبوکی است با هزاران هزار دوستان رنسانسی، همش معتقدن یک دست صدا داره. زیبایی کار این است که باید دید زمانی که ما می‌خواهیم همه دیوارها را به زیر بکشیم چگونه باید از این دیوار استفاده کرد. تاریخ از دیوار استفاده کرده، چرا که به نظر من تاریخ یا در واقع دیوار تاریخ روح داره، وجدان داره، قصه داره، گوش داره، نوشتار داره. تاریخ به ما میآموزه که نوشتاریست روی دیوار. یادتون هست پیشگویی دانیال بود برای فرمای بابل، بهش گفت که شما سقوط خواهید کرد، منه یعنی در واقع شماره معکوس برای شما آغاز شده. اگر به همه دیوارها نگاه کنید، قصه های خودشون رو دارن، تراژدی های خودشون رو دارن. یک روز بسیاری از همین دیوارهای اوین برای شما تراژدی هایی رو بیان خواهند کرد، تردیدی نداشته باشید. دیوارهای گوهر داشتم همینجور. اگر ابو غریب نبود، لوبلیانای مسکو نبود، گولاک ها نبود، استادیوم در واقع کشتارگاه به اصطلاح دیس پراندا در شیلی سانتیاگو نبود. دیوارا همیشه حرف میزنن، قصه میگن، تراژدی ها رو بازگو میکنن. باید شنید، باید با روحمون اون رو بشنویم. همین دیوار فدرال بیلدینگ همینجا، من فکر میکنم یک آینه تمام قدی بود از همه قصه های لس آنجلسی ها. اگر ازش بپرسید شاید برای شما از خودسوزی نوشا فرعی بگه، از روزی که رافی رو چشمش رو در واقع کور کردن. واقعیت همینه، این دیوارها حرف میزنن. گوش کنید، هیچ دیکتاتوری نمیتونه انسانها، شهروندها رو پشت این دیوارها پنهان کنه. فقط از یک خطر پرهیز کنید، هرگز اجازه ندهید ذهنتون، فکرتون، اندیشتون پشت دیوارها بمونه. زمانی که در واقع ذهنتون پشت دیوار موند، بازی رو باختید. اتفاقا دوست نازنینی حسین حسینی در فیسبوک نوشته بود: عمو مانوک، من شما رو بسیار دوست می‌دارم، اما من سبز هستم و شما سبزی ها را دوست ندارید. من اصلا رنگ را دوست نمی‌دارم، رنگ سیاسی رو. برای همینم معتقدم باید از متریکس خمینیز عبور کرد، باید از این دیوارها گذشت. به عنوان یک شاهد تاریخ دیدم این دیوار با مردم چه کار کرد. بسیار نوجوان بودم، در یک خانواده سیاسی بزرگ شده بودم، پدر سیاسی، مادری متفکر، اهل کتاب. یک روز عکسی رو دیدم، تصویری رو دیدم، فرانس پوشکاش، بزرگترین فوتبالیست آن زمان، کاپیتان تیم برتر مجارستان، با یک ساک به همراه دو بازیکن دیگر از اتوبوس خارج شده بود و به مجارستان برنگشته بود، راه تبعید رو در پیش گرفته بود. میپرسیدم چرا پوشکاش پشت به سرزمینش کرد و رفت به تبعید. بعد واقعیت رو فهمیدم، واقعیت بلوک شرق، بلوک غرب، تقسیم بندی های ذهنی، ایدئولوژیکی. انسان ها باید تصمیم می گرفتن سرخ فکر کنن یا ضد سرخ فکر کنن. باید همیشه جز بلوک شرق
یا بلوک غرب باشن. با ما لطمه ها رو خوردیم، حتی سرزمین ما لطمه هاشو خورد. چرا؟ یادم میاد وقتی یک روز گفتن در برلین دیوار کشیدن. خب باید گفت این دیوار به چه ما؟ به ما چه مربوط بود؟ در برلین بود، به آلمانی ها مربوط میشه. برلین شرقی و غربی شده، آلمان شرقی و غربی شده، به ما چه مربوط؟ نه، دیوار شرم، دیوار برلین در واقع در زندگی یکایک ما هم نقش داشت. دیواری که یک شبه ساخته شد، اما در واقع یک شبه میلیاردها انسان در واقع بی تفاوت رو هم دوپاره کرد. آقای نیکیتا خروشچف رهبر شوروی که ادعا می کرد بعد از دوره استالین آمده است که یخها رو آب کند و با دنیای غرب در واقع یک سیاست مسالمت آمیز رو پیش بگیره، تصمیم گرفت یک شب برلین رو دوپاره کند با یک دیوار. در واقع اون روزها ما فقط در مطبوعات این تصاویر رو می دیدیم، یا احتمالاً استاد تورج فرازوند در تفسیرهای رادیویی از اون سخن می گفت. اما واقعاً این دیوار چه نقشی برای ما داشت؟ اجازه بدید یک قضیه رو مطرح کنم. 1961 این دیوار برپا شد. 1967 شاه ایران به برلین میره، یک سفر رسمی. اما در واقع عده‌ای از اعضای کنفدراسیون، اون زمان هنوز کنفدراسیون چنین اهمیتی پیدا نکرده بود، سازماندهی نشده بود، هنوز دستگاه اطلاعاتی دنیای غرب و شرق نفوذ کامل نکرده بودن و به شکل بدن، هنوز این اسلامگراها در این کنفدراسیون نفوذی نداشتن، چون هنوز بازی الهیات رهایی بخش آغاز نشده بود، بنابراین بیشتر چپی ها بودن. آمدن و تظاهراتی کردن. یک ژورنالیست آلمانی بود، اوریک ماینوف، یک نامه سرگشاده نوشت به همسر شاه. این عنوان هایی است که خودشون استفاده میکنن برای فرح دیبا، نامه سرگشاده، و در اون اشاره کرد شما و تمام هزار فامیل وقتی دارید در ریویرای ایرانی در دریای خزر حال میکنید، مردم ایران در واقع در فقر زندگی میکنن، نگاه کنید به سیستان و بلوچستان، به کرمان. و بعد اشاره کرده بود خانم اوریک ماینوف که بروید و کتابی رو بخونید. اون زمان یک آقایی به نام بهمن نیرومند یک کتابی نوشته بود. به نظر من شاید آقای بهمن نیرومندم همین نامه رو به خانم اوریک ماینوف داده بود. چرا؟ به خاطر اینکه در همین به اصطلاح آستانه انقلاب هم بسیاری از همین اسادید چپگرا یا مصدقی یا توده‌ای یا ضد شاهی که در غرب بودن، اونها در واقع خوراک دهنده و تغذیه کننده بسیاری از مفسرا بودن و بعد تبدیل شدن به مهره های اونها، چون اینها بهتر میدونن چگونه شما را هندل کنن، بنابراین همه شدن پادوهای به اصطلاح خبری یا تحلیلی. حالا وقتی این نامه رو میدادن به گفته خودشون فرح دیبا، یک پلیس آمریکایی به نام آلمانی به نام کراوس یک دانشجویی رو به نام برونو رو در واقع با تیر میکشه و تمام جنجال این بود که نگاه کنید به خاطر شاه ایران بود که این دانشجوی آلمانی کشته شد، در حالی که سالها بعد مشخص شد که دستگاه امنیتی آلمان شرقی استاسی خودش آدم فرستاده، خودش این بازی رو ترتیب داده بود به وسیله برخی از عوامل به اصطلاح گروه های چپ ایرانی. همین، بنابراین میبینید همین دیوار برلین که به ما هیچ مربوط نبود به اصطلاح، ولی دنیا رو تو آلمان رو در واقع تقسیم کرد و دنیا رو، چگونه در زندگی های خصوصی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما نقش داشت.
اون روزها ما فقط در تصاویر گاهی در فیلم‌های خبری می‌دیدیم که چگونه آلمانی‌های بخش شرقی مجبور بودن از میان این سیم‌های خاردار، از میان این بلنداهای سنگی فرار کنند. بسیاری کشته شدند. اما در اون زمان تمام چپی‌ها، تمام اعضای حزب توده و دیگران داشتن تبلیغ می‌کردند بر ضد غرب. برای ما چه مهم بود شرق و غرب؟ مهم بود ما چه کاره باشیم. اما تمام تغذیه این بود که نگاه کنید در شرق چه شکوفایی وجود داره. اتفاقا آقای وسلا میلوس یک کتابی نوشته بود، نو کپتیف مایند، در اون حرف قشنگی زده بود. یک بارم در یک مصاحبه گفته بود این پابلو نرودا شاعر شیلی وقتی آمد، من احترام بسیاری براش قائل بودم. چرا؟ در مورد کشتارهای شیلی صحبت میکرد و من تاییدش میکردم. اما وقتی از شکوفایی در دوران استالین سخن میگفت ازش متنفر شدم. این بود واقعیت. حرف من این است، آن روزها ما یا شرقی بودیم یا غربی، یا این طرف دیوار یا اون طرف دیوار. The captive mind، مغزامون رو شسته بودن. مقالات، تحلیل ها، همه در واقع جهتگیری شده بود. امروزم رنگ شدیم. دوست جوانی در فیسبوک برای من نوشته بود: عمو مانوب، چرا مردم ایران دوباره رنگ شدن؟ چرا بنفش شدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما آمادگی این رو داریم در شوهای سیاسی حضور پیدا کنیم بدون اینکه دریابیم این شوهای سیاسی چیست. حتی ما اون روز متوجه نشدیم، حتی آقایون چپی ها، کمونیست ها، توده ای ها که اتفاقا بخش الیت فکری ما بودن، بیشتر شخصیت هایی که دست به ترجمه می زدن، مطالعه می کردن، اکثرشون چپگرا بودن. بسیاری از این متفکرین و اندیشمندان بله چپ بودن، ولی اینها هم در نیافتن که چه کسی دنیا رو تقسیم کرد. چگونه آقای وینستون چرچیل، نخست وزیر هوشیار و زیرک انگلیسی ها، آمد رفت دانشگاه میشیگان فالتون، از اینکه ناگهان چون آقای روزولت با آقای استالین ساخته بود دنیا رو بین خودشون تقسیم کنن، آقای چرچیل آمد نطق کرد و خودش پرده آهنین رو کشید، خودش کشورهای کاتولیک رو واگذار کرد به آقای استالین. یک لحظه نطق آقا رو گوش کنید. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Budapest. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Churchill's vivid picture of a continent divided by an iron curtain helped change the دیدی؟ اون زمان اصلا چنین چیزی نبود. کنفرانس یالتا بود، رسمیت پیدا نکرده بود. آقای چرچیل آمد و رسمیت بخشید. آقای چرچیل کشورهای کاتولیک، لهستان، مجارستان، چک، اینهایی که در واقع مسیحیان ارتدوکس کاتولیک بودن و بسیار هم مذهبی بود، واگذار کرد به استالین و بعد به آقای نیکیتا خروشچف. تمام بحث ما برای این است که حتما این بحثا رو که میکنیم بعد بچه ها در فیسبوک خودشون نظریاتشون رو میدن، پرسشاشون رو مطرح میکنن. به حد کافی ما حرف زدیم، هممون هم حرف زدیم. بذارید نسل آینده حرف بزنه، بذارید نظریاتشون رو بدن. اگرم اشتباه کنن به اندازه نسل من اشتباه نخواهند کرد. اگرم یک روز سبز شدن، یک روز بنفش شدن، یک روز شکلاتی رنگ شدن، یک روز فریب آقای خاتمی رو خوردن، پس وعده فریب آقای روحانی که یک روز فریدونه، یک روز روحانیه، یک روز دکترا داره، یک روز نداره، یک روز جاسوس دو جانبه است، یک روز مرد بسیار مرموز کلید داریست، عیبی نداره.
خودشون میرن به اصطلاح تجربه میکنن، تحلیل میکنن، تفسیر میکنن و سرانجام خودشون راهی پیدا میکنن. مشکل بچهای ما این است که ناچارند از سوی منابع خاصی تغذیه بشن، حالا چه در خارج از کشور چه داخل کشور.